سلام، به کانال پیوند میدیا خوش آمدید. امیدوارم جور و صحت مند باشید. دوستان عزیز، خداوند متعال در هر وقت بنده های نیک خود را انتخاب می کنند تا در زندگی مردم دین و اسلام را زنده بدارد. امروز در این ویدیو برایتان کرامت ولی الله حاجی علی شام که مشهور به پادشاه اقیانوس ها است بیان می کنم. حاجی علی پسر حضرت کبیرالدین ثانی در سال 1425 عیسوی در بخارا دیده به جهان کشود که بعد به هندوستان جهت دعوت اسلام سفر کرد تا هندوها را از اسلام و انسانیت خبر بسازد. گفته می شود امروز جایی که مرقد مبارکشان است، اینجا جایی است که مریدهای او جهت تعالیم و تزکیه تشریف می آوردند. در حلقه درس او جنات هم وجود داشت و تمام بحرها و ماهیها تحت فرمانشان بود. او بعدن جهت ادای حج و عمره به مکه و مدینه سفر کرد. وقتی برگشت به سوی هندوستان، در مسیر را هنوز در بحر بود که ملک الموت نزدش آمد و گفت خداوند مرا جهت قبض روح شما فرستاده است تا شما را قبض روح کنم. قبل از قبض روح به ملک الموت گفت تو کار خود را بکن و من کار خود را. وقتی مرا قبض روح کردی، جسد مرا در این بحر رها کن. همان بود که بحر جسد مبارکیشان را به هندوستان، همان جایی که امروز زیارت مبارکیشان است، آورد. شاید این حرف از عقل به دور باشد، ولی کرامت هم به چیزی گفته می شود که عقل انسان بدان نمی رسد. یکی از کرامات زنده حاجی صاحب علی این است که حتی در شدیدترین بارش و در خطرناکترین موجهای بحر، حتی یک کف آب، یعنی یک کف آب هم داخل زیارت ایشان نمی شود. و این مسیر را که با مرقد مبارکشان می رسد داستان دیگری دارد که چگونه ساخته شده است. این هم هرگز خراب و ویران نمی شود، با وجود اینکه اضافه از 600 سال می شود. و این کرامت زنده ایشان تمام جهان را به حیرت انداخته است. حتی در طوفان‌های شدید موج‌های بحر بالاتر از مرقد ایشان می رسد، ولی هرگز داخل احاطه مرقد نمی شود. مردم از سراسر هندوستان، حتی از کشورهای دور، برای زیارت اینجا تشریف می آورند و حاجات خود را از خداوند جل جلاله می خواهند که به توفیل و روی این مبارک ها مشکلاتشان را حل بسازد. دوستان عزیز، زیارت دوستان خدا سنت است و کار نیک می باشد، ولی خواستن حاجت مستقیم از قبور و زیارت ها گناه کبیره، بلکه شرک می باشد. ولی اگر اینها وسیله قرار داده شود که بنده های نیک خدا هستند، انشاءالله که خداوند از روی اینها دعای ایشان را قبول خواهد کرد.